بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان محترم و شاگردای بسیار عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه در زندگیتون موفق و پیروز کامکار باشید. در سلسله درس های ریاضی صنف نهم هستیم و در این بخش میخواییم که درباره جدول نسبت های مثلثاتی و استعمال آن با شما صحبت کنیم. شما در اینجا یک جدول ما بینین، در حقیقت یک دایره مثلثاتی است که در دایره مثلثاتی خب در ناحیه اول زاویه هایی که هست زاویه 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه و این که زاویه 0 است و زاویه 90 درجه روی محور قرار داره. بعد تمام نسبت های مثلثاتی این 3 4 زاویه را وقتی ما شما بلد باشیم میتونیم که هر زاویه دیگه در هر ناحیه ای که باشه میتونیم که از روی اینمزی 3 4 زاویه میتونیم که نسبت های مثلثاتی را از اونا را مشخص بکنیم. خب و طریقه مشخص کردنی که ما چگونه میتونیم یک زاویه 150 درجه، 135 درجه، 120 درجه، 180، 210، 225 و 240 همچنان 270، 315، 330 اینا چگونه میتونیم که نسبت های مثلثاتی زیر دریافت بکنیم. چند طریق داره که اون طریقه هایش را یکی از الفا مثبت بیتا هست، از الفا منفی بیتا هست. خب طریق دیگه ایش هسته که هر زاویه را که ما از ناحیه دوم، سوم، چهارم بخوایم که نسبت های مثلثاتش رو پیدا بکنیم، تقسیمی زاویه های استاندارد ناحیه اول میکنیم، از بالا شروع میکنیم، اول تقسیم 60 میکنیم، بعد تقسیم 45، بعد تقسیم 30، بعد از اون تقسیم وقتی که تقسیم 60 و 45 شد، اول سعی میکنیم که از بالا که شروع کردیم در کدامش پوره تقسیم میشه. مثلا فرض کنید شما 120 درجه را، ما فعلا نمیفهم که 120 درجه نسبت به مثلثاتیش چنده. این 120 اول تقسیم 60 میکنیم ببینیم که پورا میرسه نه. اگر نرسه سر 45 تقسیم میکنیم، باز هم اگر نرسید سر 30 تقسیم میکنیم. حالا ببینید که 120 بالای 60 پورا میرسه، پس نسبت های مثلثاتی 120 با 60 برابر و مساوی هسته. اما تفاوت چی در کجا هست؟ تفاوت چی در این هست که شما علامه از این نسبت ها را باید از خود ناحیه بگیرین. مثلا در ناحیه اول کلگی مثبت است، در ناحیه دوم x منفی y مثبت است. x منفی یعنی کوساین منفی هست، y مثبت یعنی ساین مثبت است. پس هر جای کوساین بود در ناحیه دوم میبینید که منفی است. مثلا یکی بعد دو ساین کوساین ساین کوساین هم ساین کوساین. خب 60 درجه مثلا اول x است بعد y، ببینید در کل جای اینجا هم x و y، x و y، x است کوساین و است ساین، کوساین یکی بر دو، ساین هم جزی سه بر دو. در اینجا باز x باز کوساین منفی یکی بر دو، ساین جزی سه بر دو، تمام اینجا علامه منفی هم. خب که در کلگی زیر اومده یک ویدیو توضیح دادیم، تشریح کردیم که چه قسم میتونیم هر زاویه را نسبت به مثلثاتش پیدا کنیم که شما میتونید در این گوشه کلیک بکنید و اون ویدیو را تماشا بکنید. خب این مثال ها را کار میکنیم. این است جدول نسبت های مثلثاتی که در این جدول نسبت های مثلثاتی ما زاویه را از 0 تا 90 درجه را تمام نسبت های نشاش نسبت چرا داریم؟ ساین، کوساین، تانجان، کوتانجان. خب چهار نسبت بعد دوی دیگه شم که سرچپه دوتای اولی هست، مثلا ساین سرچپه بکنم میشه کوسکن و کوساین برعکس بکنم میشه سکن. خب و تفاوت زاویه ها ده دقیقه در اینجا مشاهده میشه، قابل مشاهده. ما میتونیم که ده دقیقه زیرا دریافت بکنیم. مثلا 0 درجه و 10 دقیقه، 0 درجه و 20 دقیقه، 0 درجه و 30 دقیقه، 0 درجه و 40 دقیقه، 0 درجه و 50 دقیقه. امی رقم 1 درجه، بعد 1 درجه و 10 دقیقه، 1 درجه و 20 دقیقه، 1 درجه و 30 دقیقه، 1 درجه و 40 دقیقه، 1 درجه و 50 دقیقه. امی شکل این نسبت های مثلثاتیش به این شکل در اینجا میتونیم که باز در مقابل ساین مثلا پیدا کنیم. اینجا میتونیم ساین و اینم ستون کوساین، ستون تانجانت و ستون کوتانجانت. خیلی خوب، این تا کجا رسیدم؟ از 0 تا 45 باید زاویه را طرف چپ نگاه کنیم. مثلا 0 یا 2 و می رقم 1.3 4 5 40 45 45. بعد از 45 به بالا یک زاویه را اگر خواستیم پیدا کنیم، زاویه را طرف راست نگاه میکنیم، جستجو میکنیم طرف راست جدول. زاویه طرف راست جدول قرار داره و نسبت هاش به طرف پایین قرار داره. این زاویه که طرف چپ قرار داره نسبت هاش بالای جدول قرار داره. مثلا 3 درجه و 10 دقیقه رو ما بخوایم ساین رو پیدا کنیم، اینه ساین این ستون ساین این به طرف پایین میره، پس کنم اینه 3 درجه و 10 دقیقه ببین. خب این طرف هم از اینجا به این شکل نشان میدیم، پس شد 0.05
پنج دو یست ساین سه درجه و ده دقیقه. خب حالا اگر خواستیم زاویه را طرف چپ، این زاویه اگر از 45 بالا بود او را طرف راست سعیم میکنیم و نسبت های مثلثاتش را به طرف از پایین نگاه میکنیم. فرض میکنیم که 60 تانجانت 86 درجه و 20 دقیقه را میخواییم پیدا کنیم. 86 درجه و 20 دقیقه، ببینید که زاویه از اینجا از پایین به بالا حساب شده. مثلا 85 85 10 درجه، 85 چی 85 10 دقیقه، 85 20 دقیقه، 85 30 دقیقه، 85 40 دقیقه، 85 50 دقیقه و 85 50 که شد دیگه یک درجه میشه که میشه 86 درجه. بعد از 60 دقیقه یک درجه میشه. باز هم حالا گفتیم که 86 درجه و 20 دقیقه رو میخوایم که پیدا بکنیم. چی شیره پیدا میکنیم؟ مثلا تانجانت چیره پیدا میکنیم؟ این 86 درجه و 20 دقیقه چرا تانجانت میخوام پیدا کنه؟ این هم تانجانت، این عدد است، عدد 15.605 15.605 این است تانجانت 86 درجه و 20 دقیقه. چیکار کردیم؟ زاویه را طرف راست نگاه کردیم و دقیقه دقیقه از زاویه ها را از این بالا حساب میکنم. در اینجا که بود از این پایین مثلا 4 درجه و 10 دقیقه، 4 درجه و 20 دقیقه، 4 درجه و 4 درجه و 30 دقیقه، 4 درجه و این رقمی بود. حال بینیم که نه، این طرف باز طرف بالای را نگاه میکنیم. خیلی پس 86 درجه و 20 دقیقه را ما درم تانجان شده، تانجان 86 درجه و 20 دقیقه 15.605. خب در مثال هایی که در کتاب آمده ایرم توجه کنین که این مثال ها را کار کنیم. مثال اول، کوساین 30 درجه و 10 دقیقه را دریابید. کوساین 30 درجه و 10 دقیقه را پیدا کنید. خب پس این در جدول جه و 10 دقیقه، خب 30 درجه و 10 دقیقه چیش را پیدا میکنیم؟ کوساین چیش را پیدا میکنیم؟ کوساین در کدام قسمت است؟ در بالا دیگه، درسته؟ کوساین در بالا قرار داره، خانه دوم کوساین است، درسته؟ پس 30 درجه و 10 دقیقه گفتیم. این عدد که در این تقاطع قرار داره 30 درجه و 10 دقیقه کوساین این عدد است. از این طرف هم ستون دوم کوساین بود، درسته؟ این هم ازش 0.86 چلو 6 0.86 چلو 6 پس این شد کوساین 30 درجه و دادق. اشتاشش چلیشش کوساینی 30 درجه و دادق هست فرشاری اشتاشش چلیشش. مثال دوم، کوساینی 84 درجه و 50 دقیقه را دریافت کنید که طرف چپ باید نگاه کنید، درسته؟ شما این خسمت کوساین چیز باید کوساین دیگه چیز 84 درجه و 50 دقیقه کوساین اینه کوساین 0.091. خواهیم بود دریافت نسبت های مثلثاتی از روی جدول که ما 0 تا 90 درجه را در روی جدول. حال اگر یک زاویه باشه که بین 10 دقیقه موقع داشته باشه، مثلا 10 دقیقه داریم، 20 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، 50 دقیقه داریم، اما در وسط یک جاگر باشه، مثلا 35 باشه، 45 باشه، مثلا 55 باشه، 25 باشه، 15 باشه، این رقمی اگر باشه، باز ما او عدد نداریم که از یک روش دیگه به نام انترپولیشن ما او رو میتونیم پیدا کنیم. مثلا تانجانت 42 درجه و 35 دقیقه، 30 دقیقه رو داریم، 40 دقیقه رو داریم، 35 دقیقه رو نداره. پس یک طریقی را یک طریق وجود داره که ما ایره میتونیم پیدا کنیم. طریق یکی، تانجانت 42 درجه و 40 دقیقه رو روی جدول سل کنیم است 0.92 ابده و 42 درجه و 30 دقیقه رو داریم 0.9163. خب ما میخواییم که اینی 35 یعنی 42 درجه و 35 دقیقه رو دریافت کنیم. برای دریافت از این کار ما میتونیم یک تناسب تشکیل بدیم. اون تناسب یکی که ما میگم که تانجانت زاویه ای است، تانجانت زاویه ای است، اینال 42 درجه 35 دقیقه اکس است.
بن اکس، اکس مشغوله، درست؟ خب حال دو طرف تفریق میکنیم، این زمانی که تفریق بکنین طرف به طرف 42 درجه و 40 دقیقه، 42 درجه و 30 دقیقه، تفاوت از یا میشه 10 دقیقه، فرق دو زاویه چی شد؟ 10 دقیقه. خب خیلی خوب، فرق نسبت های مثلثاتی از یا مثلا 0.92217 0.9163 فرق از یردو میشه 0.0054 فرق از یردو نسبت هایش. خب حال فرق انیرد زاویه 42 درجه و 40 دقیقه و 42 درجه و 35 دقیقه فرق از یردو میشه 5 دقیقه، درسته؟ 5 دقیقه میشه. خب ما میخواییم اینی فرق پیدا کنیم که از نسبت عدد 0.9217 تا اکس ایچ قدر چی عددی وجود داره که تناسب تشکیل میشه. در اینجا زاویه ها 10 دقیقه بین از یردو 5 دقیقه، تفاوت از یردو شد 0.3054، تفاوت یردو اکس هست. خب در اینجا اکس مشغوله که اکس مساوی میشه با 5 ضرب در 0.3054 تقسیم 10. خب ببینید در این پایین کار شده، دهی بر اکس 5 بر ده مساوی سه به دهی، 5 بر ده مساوی اکس بر 0.0054، اکس مساوی میشه با 5 ضربی 0.054 که میشه 0.2027 ضربی دیم که تقسیم ده بکنم 0.0027 شد. خب حال این عدد اکس که دریافت کردیم تفاوتی امو 5 دقیقه بود، درسته؟ تفاوت نسبت 5 دقیقه. حال اگر اونمی عدد 0.2027 با تانجانت 42 درجه و 35 درجه 35 دقیقه جمع بکنیم چه؟ 30 دقیقه باشه. تانجانت 42 درجه و 30 دقیقه این از 0.9163 این جمع اکس میکنیم که امو اکس تفاوت 5 دقیقه هسته، نسبت 5 دقیقه که او رو ما دریافت کردیم 0.2027. حال یه دور با هم جمع بکنیم میشه 0.9190 که تانجانت 42 درجه و 35 دقیقه دقیقا میشه 0.9190. خب یا همچنان میتوانیم میره به این شکل بگیریم که تانجانت 42 درجه و 40 دقیقه منفی چی؟ منفی اکس، منفی اکس مساوی میشه. حال ببینیم او عدد چند داشتیم، ببینیم که چند داشتن 0.9163 داریم، 0.9217 42 درجه و 40 دقیقه 0.9217 داریم، درسته؟ پس ما این گرفته میتونیم که 0.9217 خب منفی x کم منفی x، x هم دارم 0.2027 27. حالا اگر تفریق کنیم ببین چی اتفاق میفته، اول از 7 7 تفریق شد ممن از 0. خب از 1 دو کم نمیشه که قسم کنیم 11، از 11 که دو کم شد 9 باقی. خیلی خب در اینجا مانده 1 از یک صفر کم شد خود یک، اینجا مانده نو، از نو صفر کم شد خود نو 0.9190 ببین 0.9190 در اینجا ما داره 0.9190 یعنی همون اکس ها اگر با سی جمع کنیم تانجانت 42 و 35 پیدا میشه، اگر با از 42 40 دقیقه تفریق کنیم واسه هم همون 42 درجه و 35 دقیقه به دست میاد. خب در اینجا مثال داره، این مثال ها را میخواییم کار کنیم. مثال چی هست؟ گفته با استفاده از جدول نسبت های مثال ساتی ساین الفا، کوساین الفا، تانجانت الفا، زاویه الفا اگر 35 درجه و 20 دقیقه و الفا اگر 75 درجه و 10 دقیقه باشد را
دریابید 35 درجه یا هم 20 دقیقه. خب 35 درجه و 20 دقیقه را سانچ را پیدا میکنم. 35 درجه و 20 دقیقه اینی ساینش. خب ای همچنان کوساینش باشد که به شکل بگیرم کوساین و ایشم تانجانت سفرش رفت داده شده دارنا یم کوتانجانت هم رقم سکن کوسکن چرا میتونیم که بعدیست بیاریم 75 درجه و 10 دقیقه 75 درجه و 10 دقیقه اینیست. خب ساین چرا پیدا کنیم؟ ساین اینیست کوساین اینیست تانجانت ای هست کوتانجانت هم ای هست جدول پانزه گیم نه ساین کوساین اول جدول اول کوساین است دیگه ساین است کوتانجانت است تانجانت است. خب یکی را نشانه بکنیم. خب نسبت های مثلثاتی 75 درجه و 10 دقیقه خیلی خوب 75 درجه و 10 دقیقه میخواییم پیدا کنیم. خب این ستون 75 درجه و 10 دقیقه این چی هست؟ تانجانت است درست؟ یست تانجانت 3.7760. خب دیگه چی پیدا کنیم؟ کوتانجانت پیدا کنیم یه هم کوتانجانت یه هم کوتانجانت. خب این زاویه چیه؟ ساین است ستون ساین است درست؟ 0.9676 و اینی اولی هم که کوساین است. خب یک چیز مهمی که در بین از یا وجود داره دو زاویه که مجموعه هر دو زاویه 90 درجه شود نسبت های مثلثاتی این دو زاویه یک مقدار میتونه که مکمله یک دیگه باشه تکمیل کننده یک دیگه باشه. مثلا 76 درجه و 14 درجه یه دو زاویه زاویه هسته که مجموعش 90 درجه میشه. خب پس ساینی 14 درجه مساوی است با کوساین 76 درجه. سکنه اینی در اینجا ساین است از در این زاویه ساین است 0.2419 و در این زاویه کوساین است پایین کوساین. خب اینی کوساین است اینی ساین است. خب اینی کوتانجانت است اینی هم تانجانت است یه هم تانجام. خب پس دی بالا باز برعکس ستون اولی ساین است ستون دومی کوساین است در ترتیب و تانجام تو کوتانجام. خب ببین ساینی 14 درجه مساوی است به کوساینی 74 درجه. چرا 14 و 70 چی 76 درجه 14 و 76 درجه مساوی میشه و 90 درجه. بعد هم رقم ستون دوم ده ای کوساین است 14 درجه اما ده 76 درجه میشه ساین. ساین کوساین از یک زاویه مساوی ساین با کوساین برابر است تانجانت با کوتانجانت. همین شکل نسبت های مثلثاتی دو زاویه که مجموع آنها 90 شود ساین زاویه اولی مساوی با کوساین زاویه دومی هست و این رقم ادامه میدیم. خیلی خوب دوستای عزیز شاگردای بسیار دوست داشتنی یه بود موضوع درس امروز ما شما که با امید خدا این درسم تمام شد. امیدوارم که از این چیز یاد گرفته باشین این درس با دوستای خود شریک بسازید چینل ما رو هم سابسکرایب کنید تا از درس های بعدی هم استفاده خوبی را برده باشید.